سلام علیکم ریبیتای هستم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز همونطور که میدونید چهارشنبه است و دومین اسنپشات 1.17 یعنی 20W46A منتشر شد. زیاد نمیخوام حرف بزنم، اگه اولین باری که چنل منو میبینید حتما سابسکرایب کنید و عضو ریبیت فن بشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کامنت بذارید. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. خب اول از همه من تو اسنپ‌شات قبلی چند تا چیز کوچیک رو جا انداختم و یادم رفت که بگم. اول از همه این چند تا چیز کوچیک رو میگم و بعد میریم سراغ اسنپ‌شات جدید. اول از همه الان دیگه شما میتونید داخل این کالترنا لاوا بریزید و بردارید که به نظرم خیلی چیز باحالیه. و یه چیز جالب دیگه اینه که اگر داخل این کالترنا لاوا بذارید بهتون یه دونه سیگنال ردستونی میدن که با این ردستون کامپرتورا میتونید این سیگنال رو بگیرید. این از این که به نظرم خیلی چیز جالبیه و مثل چیزهای دیگه به درد ردستون کاری خیلی میخوره. چیز بعدی اینه که شما فرض کنید میخواید یه خونه بسازید با این کاپرهایی که این شکلی هن. ولی خب بعد یه مدت اینا زنگ میزنن و به این شکل آبی در میان، ولی شما دوست ندارید که به این شکل در بیان. موجانگ برای این یه راهکاری درست کرده، اونم این هانیکامباس. اگر شما توی کرافتینگ تیبل اینا رو با هانیکام یکی کنید بهتون یه دونه واکس شده شو میده که اینا هیچ وقت زنگ نمیزنن و به همین شکل میمونن. چیز بعدی درباره این شیشه های جدیده که من یادم رفت بگم، اینا دودیه و الان میبینید که نور داخلش نمیره و اینجا اینقدر تاریکه که یه خفاش اسپان شده. و اگه خودمونم بریم داخلش میبینید که وقتی همه جا بسته است چقدر تاریکه، چون نور داخل نمیاد. خب این از چیزایی بود که باید درباره این اسنپشات میگفتم و حالا بریم سراغ اسنپشات جدید. اولین چیز یا مهمترین چیز که داخل این اسنپ‌شات اضافه شده این پاور دسنو است. اینا رو شما با باکت میتونید بردارید و جابجا کنید و هر جا که دوست دارید بذارید. نکته جالب این پاور دسنو اینه که اگر برید روشون میرید داخلشون و میکشه داخل خودش شما رو. و اگر یه همچین جایی باشید که بغلاتون بلاک باشه دیگه هیچ جوره نمیتونید از این داخل در بیایید. جالبه بدونید که شما اگه سوروایول باشید آروم بغل صفحتون آبی میشه و یخ میزنه و جونتون هم به رنگ آبی در میاد و کم کم دمیج میخورید. این نکته برای مابای دیگه هم هست و اگر برای مثال من اینجا یه ویلیجر بذارم این بعد یه مدت کوتاهی سردش میشه و دمیج میخوره. همونطور که میبینید این خیلی آروم آروم دمیج میخوره تا وقتی که بمیره. یه چیزی که میتونه شما رو از افتادن داخل این پاور دسنو نجات بده این کفش چرمیان که اگه بپوشید و برید روشون دیگه داخلشون نمیافتید. جالبه بدونید که این پاور دسنو رو میتونید داخل کولدرن هم بریزید و یه روش دیگه برای به دست آوردن اینا اینه که یه کولدرن خالی رو بذارید یه جا و وقتی که برف میاد داخل اینا پر این پاور دسنو میشه که میتونید با باکت بردارید. نکته جالب درباره این پاور دسنو اینه که اگر من با سیلک تا چینا رو بکنم بهم هیچی نمیدن، اگه با فورچن بکنم بازم هیچی نمیدن و فقط راه برداشتنشون اینه که از سطل استفاده کنید. این از این پاور دسنو که به نظرم خیلی چیز جالبی بود و فکر میکنم داخل کوههای جدیدی که به بازی میخوان اضافه شن پر از این برفا باشه و گشتن رو برامون سخت کنه. تغییر بعدی اینه که قبلا برای به دست آوردن یه دونه کاپر بلاک نیاز به 9 تا کاپرینگات داشتیم، اما الان این تغییر کرده و با 4 تا کاپرینگارد میتونید یه دونه کاپر بلاک داشته باشید. خب از اونجایی که کاپر بلاک خیلی برای بیلد میتونه استفاده شه به نظرم این کار خوبی بود که انجام دادن، چون 9 تا برای یه دونه بلاک واقعا سخت بود. تغییر بعدی این تلسکوپان که اگه الان دقت کنید وقتی زوم میکنیم به صورت مربعی زوم میکنه و کلا یه شکل دیگه در اومده، ولی قبلا دایره بود. چیز بعدی درباره این باندلا است که الان اگه دقت کنید تکسچرش عوض شده و الان اگه وسایلمون رو داخلش بریزیم می‌بینید که خیلی قشنگ نشون میده که چه آیتمایی داخل اون باندل هست، ولی تو اسنپ‌شات قبلی فقط اسمشون رو می‌نوشت که به نظرم این فوق‌العاده است. تغییر بعدی تکسچر این شمع است که همونطور که دیدید تکسچرشون عوض شده که به نظرم تکسچر بهتری پیدا کرده، ولی زمانی که می‌ذاریم رو زمین همون شکلی که بودن هستن. خب این اسنپ‌شات خیلی کوتاه بود، ولی باز من ویدیوشو گرفتم که بهتون نشون بدم چیا تغییر کردن و چیا به بازی اضافه شدن. اگر چیزی رو من از قلم انداختم یا یادم رفت بگم حتما برام تو کامنت ها بنویسید.
اگرم اولین باره که کانال منو میبینید حتما ساب کنید و عضو ریویت فن بشید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کامنت بذارید. از طریق توضیحات هم میتونید به سوشال مدیای من مثل دیسکورد، اینستاگرام، تلگرام سر بزنید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.